مکاشفه فصل 14. آنگاه نگاه کردم و بره را بر فراز کوی صهیون استاده دیدم. همراه او 144,000 نفر بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی آنها نوشته بود. از آسمان صدای شنیدم که مانند صدای آبشار و غرش شدید رعد و صدای سرود چنگنوازانی بود که چنگهای خود را می نواختند. آنها در برابر تخت در حضور 4 حیوان و پیران سرود تازه می سراییدند. آن سرود را هیچ کس نمی توانست بیاموزد مگر آن 144,000 نفری که از تمام دنیا خریده و آزاد شده بودند. اینان مردمانی هستند که خود را با زنان نیالودند و از روابط زناشویی امتناع کردند و هر جا که بره می رود به دنبال او می روند. آنها برای خدا و بره به عنوان اولین نمونه از میان انسانها خریداری و آزاد گشتند. هیچ دروغی در لبهای ایشان یافت نشد و بی نقص و بی عیب هستند. آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را به حال پرواز دیدم که یک مژده ابدی به زمینیان و به همه ملت‌ها و قبایل و زبان‌ها و امت‌ها می‌رسانید. او با صدای بلند فریاد می‌زد: از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه‌ها را آفرید پرستش نمایید. آنگاه فرشته دیگر یعنی فرشته دوم ظاهر گشت و فریاد برآورد: بابل بزرگ، آن زنی که تمام ملت‌ها را مجبور کرده است از شراب شهوت و زناکاری او بنوشند، نابود شد. فرشته سوم آمد و با صدای بلند فریاد زده گفت: هر کسی که حیوان وحشی و پیکره او را پرستش نماید و نشانه او را بر پیشانی و یا دست خود بگیرد، شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و سنگ گوگرد عذاب خواهند دید. دود آتشی که آنها را عذاب می دهد تا به ابد بلند خواهد بود و برای آنانی که حیوان وحشی و پیکره اش را پرستش می کنند و یا نشان او را دریافت می دارند، نه در روز سلامتی است و نه در شب. بردباری ایمانداران مقدس که احکام خدا را حفظ می کنند و به عیسی وفادار هستند به این حقیقت بستگی دارد. صدای از آسمان شنیدم که می گفت: این را بنویس، خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند می میرند. و روح خدا می گوید: آری، آنان از زحمات خیش راحت خواهند شد، زیرا اعمال نیکشان با آنها خواهد بود. آنگاه همچنان که من می نگریستم ابر سفید ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود، تاج طلایی بر سر و داس تیز در دست داشت. و فرشته دیگری از خانه خدا بیرون آمد و با صدای بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت: داس خود را بردار و درو کن، زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین کاملا آماده است. پس آن کس که روی ابر نشسته بود داس خیش را به کار برد و محصول زمین درو شد. بعد فرشته دیگری از خانه خدا در آسمان بیرون آمد. او نیز داس تیزی در دست داشت و از قربانگاه نیز فرشته دیگری که حافظ آتش قربانگاه بود آمد و به صاحب داس تیز فریاد زده گفت: داس تیز خود را به کار ببر و انگورهای تاکستان این دنیا را بچین، زیرا خوشه های آن رسیده هست. پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این دنیا را چید
و آنها را در حوضچه بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها را در آن حوضچه که در خارج شهر بود زیر پاها کوبیدند. سیلابی از خون جاری شد که به اندازه 40 فرسنگ و به بلندی افسار اسپان بود.